شما در تصویر میبینین نمای زیبای هتل 5 ستاره ای افغانستان یعنی انترکانتیننتال. هاشمی صاحب یکی از چهره های مشهور، یک آدم جنجالی است. جنجالی نیست که گفتن دانشگاه نگوییم پنتون یک شوخی کنیم. البته سالون قندهار رو میبینیم از خاطر که اگر بعضی مردم میخوای عروسی بکنن که برای از اونا تخفیف هم بگوییم بیاین همون کسایی که 3-4 هزار میگیرن. کار با هم دست بدن، با هم بازوی یک دیگر بشن که وطن را خودکفا بسازن. سلام هموطنای عزیز، آرزو دارم هر کجایی که هستین دارای صحت کامل باشین. بازم برنامه شبهای کابل آغاز شد، فیصل هستم در خدمت شما. طبق معمول باز هم ما امشب کابل خواستیم به شما به تصویر بکشیم، اما متفاوت از برنامه های دیگه. قسم که شما در تصویر میبینین نمای زیبای هتل 5 ستاره ای افغانستان یعنی انترکانتیننتال. امشب ما آمدیم اینجا و میخوایم با یکی از دوستای اماراتی ما که مسئول اینجا هستن، سید ذاکر هاشمی، که امشب ما را اینجا دعوت کردن و خواستیم با اونا صحبت هم داشته باشیم و از این نمای زیبای انترکانتیننتال هم شما دیدن کنین. خب صحبت ها را میداشته باشیم. خود هاشمی صاحب داخل منتظر ما هستن. میریم و برنامه را با هم یک جا آغاز میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنین. خب هر کشور میگن یک انترکانتیننتال داره، یک جایی که یک هتلی که مهمانای خارجی می داشته باشه و او در بهترین نقطه امو کشور می باشه. قسم که شما دیدین در تصویر در شروع برنامه هم که یک نمای خیلی زیبای خود انترکانتیننتال داره، در یک موقعی که یک تپه بسیار بلند و یک هتلی که شاید بیشتر از نمیفهم چندین سال قدامت تاریخی هم داره، از سالیان پیش اینجا مردم میاد. خب صحبت ها را زیاد نمی داشته باشیم، خسته کن نشه براتون. بیشتر میریم و ببینیم که حالا هوای انترکانتیننتال در چی است و مهمان دارن ندارن. طبق معمول که در انترکانتیننتال معمولا مهمان های خارجی می باشه. دوستای عزیز، فکر میکنم که هاشمی صاحب اونجا تشریف دارن، دفتر کاریشان هم اونجاست. قسم بعد ما دو ساعت رست داده بودن، حتما زیاد منتظر هم ماندن، خسته هم شدن. فعلا ساعت هم نزدیکای 8 شب است و شبهای کابل معمولا از طرف شب ثبت میشه. خب صحبت ها رو میداشت باشیم، باش که رئیس صاحب نرفته باشن. نه اصلا نه، زیاد منتظر هم ماندن. رئیس صاحب اجازه است؟ السلام علیکم. خوب هستید؟ زیاد خوش آمدید. سلامت، زنده باشید. بخشش باشه شما رئیس صاحب. رئیس صاحب میگفتن من رئیس نیستم بلکه امری بخش تجارتی انترکانتیننتال هستم. خب امری یک تصحیح کنم براتون. خب خب بله، ببخشید که ما خواهش میکنم. خواهش میکنم. چوکی ریاست. زیاد خوش آمدید. سلامت. نه ریاست بالا است. خب بسیار خوب، بسیار خوش آمدید. زیاد خوش آمدید. سلامت. عمر عامر بخش تجارتی. عامر بخش تجارتی. بله. خب آدم دیگه یعنی زحمت چون میکشید. خوب هستین ان شاء الله؟ زنده باشید. سلام. کاروبار زندگی بخیر میگذره؟ الله الحمد. شما خوب هستید؟ نزدیکای 8 شب شده، فکر میکنم زیاد منتظر مانده. والله دیگه چی کنیم، امرایتون وعده کرده بودیم. خب ما پیشتر هم امرای همکارا یاد کردم، گفتم میخوایم یک نمای زیبای از انترکانتیننتال داشته باشیم. باز رفیقا رو گفتیم این چراغ ها رو روشن کنین دیگه که شبای کابل جلوتر بیاد. زیاد خوش آمدین. ما برشان توصیه کردیم که شما امو چیزی که مقصدتان است امو ویدیویتان رو با خوب شکل چی کنید. بخیر باشین.
از انتظار کشیدن خوشتون خوب است که بریم. خیر اگر کار باشه باز پروا نداره. خب بفرمایید. بریم با میکافی شاپ اینترکانتیننتال هاشمی صاحب هستیم. هاشمی صاحب شما بیشتر در موردش میفهمید که هاشمی صاحب یکی از چهرهای مشهور یک آدم جنجالی است. جنجالی نیست که گفتن دانشگاه نگوین پنتون یک شوخی کنیم البته. آنه نگوین. بیشتر دوستان هم گفتن که درست نشنیده بودن این موضوع را الان مطلب درست نشده. نه خب بر صورتی که انسان ها هست ما میگیم که اگر خودتان یک چیز میگوین دیگه کسی باید مجبور نسازن. خب بفرمایید. هاشمی صاحب گفتن جای دیگه میریم. فکر میکنم در کافی شاپ انترکانتیننتال. خب هاشمی صاحب در قدم زدن چطور؟ به سرعت میرین یا آهسته میرین؟ والله تنها باشم سرعت میرین. خب سلام علیکم. خوب هستید؟ سلامت بخیر باشید. بفرمایید. خب دوستای عزیز این فضای کافی شاپ اینترکانتیننتال است. اینجا دوستایی که میاین نگم کیک و کلچه و یا چیرینی دلشان میشن کیک کلچه میگیرن و میشینن بعضی وقتا تفریح بارین. خب از یک جای میان میگه چای میخورن دیگه چیز نمیخورن که پیسه زیاد مصرف نشه. اقتصادی پیش میرن. خب دنیا میتوره از دیگه. خب زندگی چطور پیش میره؟ امروی کاروبار مصرفیت ها چطور هستیم؟ هاشمی صاحب ما خب در مرحله اول باید بگم که خوش به این مگذره که بعد از 20 سال زحمات و جهادی که مردم افغانستان ملت افغانستان در مقابل اشغال و یعنی که تمام دنیا در زدشان بالا شده بود در اشغال مقابل از جهاد کردن و خداوند ثمره جهاد را داد که افغانستان الحمدلله آزاد شد، مردم افغانستان متحد شدن، از مشکلات تفرقه انگیز و از زیاد مشکلات ها بدر شدن. یک خوشحالی دائما در دل من همینطور هر تکلیفی که سرم میه بازم خوشحالی برام ایجاد میشه. او چیزای قبلی را که مقایسه میکنم به این حالت مثلا نامنی سابقه حالی به امن الان مثلا تفرقه ای که در افغانستان بود حتی در کابل اگر فکرتان بوده باشه ما در همین میدیا که برمزی به اصطلاح خودشان که ما خواهی چیزی هم نمیدانیستم به مو وقتم گفته بودم که در برای افغانستان نیست دیگه نیستن اینا. خب بازم سر مردم خود به ذریعه اشغال تپیده بودن دیگه. من کسون از یا سهل میکردم که در زد یکی دیگر صحبت میکردن یا یکی دیگر را بد میگفتن یا بیادبی میکردن عجیب میکردم که عجیب مردم افغانستان با او افتخارات تاریخی که دارن با او علمایی که در این سرزمین بوده با او ادبیات شایسته که به هر زبان دارن یعنی چه رقم میشه که به این اندازه به انحطاط اخلاقی برسه که یکی به زد یکی دیگر صحبت های زیاد زشتی زیاد بدی هر آدم دیگر را به دزدی متهم میکرد هر آدم دیگر را به دیگه چیز متهم میکرد در همی افغانستان یعنی به اصطلاح بگم که غم دیده 40 ساله جنگ نمیفهم 42 تا 45 تا حزب ساخته بود هر نفر که میمودی کی هستی رئیس فلانی حزب هستی رئیس فلانی حزب هست دیگه چیزا را که من عمیقا فکر میکنم این تفرقه ای که در میدان مردم افغانستان پیدا کرده بودن الحمدلله اونا که میبینم یعنی از بین میره و از بین رفته زیاد احساس خوشی میکنه. بسیار خوب. محفل های عروسی هم فعلا برگزار میشه یا شما امارات نمیفهم امارات اسلامی با چی نظر دارن با کانتیننتال اجازه میتن؟ ما اولین پلان تجارتی یا مارکتینگ خود که شروع کردیم در کانتیننتال اولین شعارش که ما بدل کردیم میره مبدل به این کردیم که کانتیننتال برای همه دیگه کوشش کردیم که اگر همه افغان ها بتانن از اینا استفاده بکنن این تقریبا 6 تا سالون داره 200 اتاق داره کافی شاپ داره مثلا رستوران داره امکانات زیاد وسیع داره دیگه میشه که کلی افغان ها از اینا استفاده بکنن حتی بعضی مردم اینجا برازی می اومدن اینجا که عکس می گرفتن که ما مثلا 50 سال پیش و 40 سال پیش و 30 سال پیش جاروسی کردیم یک خاطره داشتن دیگه حالی ما سالون داریم کسی خو منتهای قدر است که سالونش خرد است یعنی حدود 7.5 نفر جای میکنه اون مردمی که مهمانشان از 100 بالا تا 7.5 میباشن میاین این جزیات مردم از عروسی خود گرفته ما مثلا فعلا گرفتن جشن فراغت
پانتون یک از پانتونای خصوصی کابل به نام زاول اونا رو دیجی گرفتیم 1300 نفر شاگردان زن و مردشان ایجا بودن منتها اونمو مسائل شرعی رو ما در نظر میگیریم و گرفتیم که یک پارتیشن یک پرده ما بین شاسرا و قارای ما و برادرها میباشن که او رو ما انجام دادیم الحمدلله دیگه کدام مشکل نیست خب در بیشتر برنامه شما در بحث های سیاسی بودین اما این برنامه یک کمک خودمانی شده راحت هستین در این برنامه مشکل نداری؟ آه نه چرا بس یک چیزی من معذرت میخواییم که من کمی زکام مانند هستم خب بسیار خوب خب دوستای عزیز فکر میکنم که صحبت ها را ادامه بدیم بریم بعض از سالونا را آمرسای بر ما معرفی کنند آه بسر اردو چشم و صحبت یک چای بخور چای میخوریم باز به چای جنگ نمیشه شما هم بیننده برنامه شبای کابل باشید دوستای عزیز امروز هاشمی صاحب میریم یکی سالونا را میبینیم که دوستایی که تصمیم ازدواج دارن یا ازدواج اوله کردن تصمیم ازدواج دومه دارن برای دوم سیم هم تخفیف هم میدن برای دوم سیم تخفیف هم میدن این یک رسمی سالون است خب اما سکرینش ای سکرین هم داره 75 اینچ سکرین داره که ایجا محفول های رسمی یا کنفرانس ها یا مثلا مباحثات این بنام کابل هال است بسیار خوب دیگه ای و هم شرکت ها بعضی ادارات دولتی خصوصی مؤسسات اینا را به تریننگ هم به کرایه میگیرن کنفرانس ویدیویی هم میکنن دیگه ایش به شکل رسمی است تقریبا چقدر سالون داره در مجموع؟ شش سالون داره یکی بود همینجا گفت چرا به نام چی یک حال نیست جوز جان دیگه گفت چرا به نام غزنی نیست من خودم که فکر کردم ما گفتم از او که بهتری است که باز یک ناموی تاریخی اشخاص افغانستان سرجمانه مثلا که اونا بر افغانستان بر مردم افغانستان یک چیزی معروف هستن میشناسن اونا مثلا میشه که باز اون نامو رو بمانه وطن من تنها غزنی نیست یا وطن من تنها کابل نیست افغانستان افغانستان است بس افغانستان که از هر نقطهش برای من اونقدر عزیز است مثل همو امو به اصطلاح دو جای ما تولد شدیم بله یا با اصطلاح از او وطن گرفته میشه گفته میشه بسیار خوب خب دوستا میریم به یک سالونا ببینیم که سالون حالا شاید ای چی هست یک خورد سالون است شاید حالا بند باشم سالون قنده ها رو میبینیم از خاطر که اگر بعضی مردم میخوای عروسی بکنن که برای از اونا تخفیف هم بگویم بیاین همون کسایی که 3-4 تا زن میگیرن فکر میکنم من یک بار در این سالون آمده بودم یک برنامه هم بود سالهای پیش بود این سالون قندهار است یا بالروم میگن برش این سالون دیگه تقریبا حدود 6.5 تا 7.5 صد نفر جا میکنه یک تقریبا حدود 100 نفر در بالا اینجا جای میشه خب بسیار خوب دیگه به شکل چی 6.5 صد نفر اینجا جای میشه بسیار خوب دیگه فکر میکنم فردا کدام فردا برنامه داریم ما یک پریزنتیشن خود هتل برای دارات رسمی میکنیم که کس میتونست از اینجا از اینجا استفاده بکنه دیگه حالا مردمی که مردم غیوری وطن ما وطن دارای ما اگر میخواین که جاروسی با چای خود بگیرن ما میتونیم که مثلا در سالون قندهار منتها یک چیزی ما کردیم که اما اصول شرع خدا را باید پایبند باشه مردا را به یک سالون برشان جای میدیم خانما را در دیگه سالون دوستای عزیز ساعت هم فکر میکنم 8 چند دقیقه باشه 8:20 است 8:20 اذان محمدی در این لحظات هم شنیده میشه و میریم به طرف هاوس کانتیننتال خو یک فضای بسیار کلان است اگر ما کل شب بخوایم به معرفی بگیریم وقت هم خیلی کم است و در یک برنامه جام داده نمیشه و بهتر است که بریم اون فضای جالب دیدنی که خود کانتیننتال داره مردم افغانستان هم زیاد شوقش داره کابل مردم کابل زیاد پرسانش هم میکنن بله
خب بریم چون اذان محمدی است صحبت ها را قطع میکنیم تا اذان ختم شه صحبت ها را ادامه میدیم ان شاء الله. بیننده باشید. بسیار صحبت های خیلی خوب و سوالات و جوابات خیلی جالب هم بود. میخواییم پیام شما را داخل در برنامه داشته باشم به هموطن ها و مردم افغانستان. پیام من این است که یک خوب باید مردم افغانستان هیچ وقت شکر خداوند متعال را از یاد خود فراموش نکنن. یعنی در هر وقت شکر خدا را بکشن که ما از اشغال، از تسلط اشغال، منافقین، دزدان نجات یافتیم الحمدلله. دومنش این است که کار با هم دست بدن، با هم بازوی یک دیگر بشن که وطن را خودکفا بسازن در عرصه تعلیم، در عرصه اقتصاد، در حتی در اجتماعی حالت اجتماعی ما باید وحدت خود را حفظ بکنیم. وحدت ما کلان نعمت خدا است. باز مذهب امام صاحب که در افغانستان معمول است یک کلان نعمت خدای پاک است که ما همه افغانای ما را چی میکنه؟ یعنی وحدتی بخشیده. مثلا در دیگه وطنها میری یک جایش به یک مذهب است، دیگه به دیگه مذهب است، ما بین خود جور نمیاین. از ما الحمدلله کلگیش یک مذهب است، باز پشتش تیر شد، ما بین خود دوستی و قرابت. دیگه وحدت خود را حفظ کنیم، افتخارات خود از بین نبریم، افتخار کنیم به اینکه ما افغان هستیم. و نسل جدید خودم باید می افتخار باید ما سوق بکنیم، نسل جدید خودم بفهمانیم که ما چه رقم مردم هستیم. بله دقیقاً، الحمدلله که همه مسلمان هستیم، همه افغان هستیم، یک کلمه می خوانیم و به می عقیده و باور باشیم. تشکر جناب هاشمی از شما که وقت زیادتون بر ما دادین و ناوقت شب هم شد. شما تشکر، من میمونم دارم دیگه. هموطن عزیز، از همراهی و حوصله مندی شما سپاس فراوان. شبای کابل بود که خدمت شما تقدیم کردیم. تا برنامه آینده خداوند یار و مددگارتان، از دعای خیرتان ما را فراموش نکنید.